جنب جوششون وقتی بیشتر شد که هوای طبیعت و بوی آزادی رو حس کردن. تعدادی اونقدر در قفس مونده بودن که باورشون نمیشد که آزاد شدن. اینا پرندگانی بودن که در پس سودجویی عده‌ای به طمع طعمه‌های رنگین‌تر فریب دام صیادان خورده بودن و با تلاش ماموران محیط زیست در حین خرید و فروش در بازار غیر مجاز پرنده فروشی شانس دوباره زندگی گرفتند. کلن 218 تا در سطح شهر جمع آوری شد. تعدادشو که قابلیت پرواز داشتن ما اینجا انتخاب کردیم و رهاسازی کردیم و اونهایی رو هم که قابلیت رهاسازی نداشتن در حال بازپروری هستن که انشالله در آینده آنها هم در طبیعت رهاسازی خواهند شد. این پرندگان شامل پرندهایی که ما امروز آزاد کردیم شامل ترقه، کپک، تیهو و سهره بودن. نگهداری، شکار، صید و زندگیری هر نوع موجود زنده از حیات وحش بر اساس قانون جرم محسوب میشه. خارج از اون که اسیر کردن این حیوانات رها آفریده شده با طبیعت و وجدان انسانیمون هم سازگاری نداره. بهتر نیست صدای این پرنده زیبا رو به جای قفس در دامان طبیعت بشنویم؟ احمدعلی احمدپور، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.